بس که دیپلم ریاضیمو گرفتم بلافاصله رفتم پیش عموی خودم و از او خواستم که یه جایی منو معرفی بکنه. روی کارت ویزیت کوچیک خودش برای آقای دکتر حشمتی یه یادداشت کوچیک نوشت و گفت برو اداره کل هنرهای زیبایی کشور. اداره کل هنرهای زیبایی کشور در ضلع شمالی میدان بهارستان در خیابان کمال‌الملک، یعنی جایی که همین الان حوزه معاونت سینمایی اونجاست، طبقه دوم. رفتم اینو دادم به آقای حشمتی. آقای حشمتی به من نگاه کرد و با یه صدای بمی گفت که تو چیکار بلدی آقا؟ گفتم من نقاشی بلدم و عکاسی بلدم. منو فرستادن به قسمت نقاشی متحرک سال 1342. من استخدام شدم کارگر روزمزد، روزی 12 تومن در اداره کل هنرهای زیبایی کشور که زیر نظر وزارت فرهنگ زمان خودش بود. سه سال بعد وزارت فرهنگ که قبلا اسمش بود وزارت معارف، ناگهان به سه تا وزارت خونه تقسیم شد: وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و هنر و وزارت علوم از دل اون زاده شد. بعد همون موقع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به وجود اومد و همون موقع سازمان تلویزیون دولتی در خیابان جام جم تأسیس شد. یه خاطره خیلی کوچیک که بگم مهمه و میمونه تو یادها. من روزای عید و روزای عزا که تقویم کشور میگه که همه کارمندای دولت میتونن برن استراحت کنن، من روز عزای من بود، برای اینکه اون روزی 12 تومن به من تعلق نمیگرفت. با روزی 12 تا تک تومنی من استقلال خودم رو لمس کردم و یادمه که اولین حقوقم که گرفتم رفتم تو خیابون شاه‌آباد اون موقع و یه خوشه موز خریدم، چون آرزو داشتم که یه خوشه موز رو خودم تنهایی بخورم. رفتم کنار خیابون نشستم و این موز رو خوردم و بعدم به فاصله چند ساعت بعد تمام دهنم تاول زد و اصلا نمیتونستم دیگه راه برم، چون اینجوری همیشه آرزو داشتم یه دونه موز رو درسته بخورم و بعد دیگه یه خوشه موز رو اینجوری خوردم و به آرزوی خودم رسیدم. نقاشی متحرک برای من یک افسانه دست نیافتنی بود. یعنی ما فیلکس تکت The wonderful one that we've got. اینا رو خونده بودیم، میدیدیم، ولی نمی‌دونستیم چه جوری درستش میکنن. اصلا نمیتونستیم ببینیم این انیمیشن‌ها رو چه جوری درست میکنن. اونجا ما میدیدیم که اسفندیار احمدیه با یه دست خیلی حیرت‌آور که وقتی میکشید مثل این که شابلون اینا رو کشیده نقاشی میکرد و این کاراکترها همه یه ذره با یکی دیگه فرق میکرد اینها، تا اینکه آقای غلام حسین خان جباری که معاون قدر قدرت آقای پهلبد بود، یعنی داماد رضا شاه بود، وارد اونجا شد که بعدها فهمیدم چرا سرزده وارد اونجا میشه. در باز کرد گفت شما اینجا چه کار میکنید آقا؟ من یه پسر جوان 18 ساله بودم دیگه. گفتم من اومدم اینجا کار نمیستم، این کیه اینا؟ گفت بیا برو لابراتوار کار کن. من رفتم لابراتوار، دیدم واه، اینجا دو نفر فرانسوی هن، مترجم دارن، بعد یه تکنولوژی عجیب غریبیه، اصلا یه دنیای دیگه یه، بعد چیزات میره تو تاریک خونه، توی جادوی داروهای ظهور میاد بیرون، رنگ پیدا میکنه، این طرف نگاه میکنی ماشینالات عجیب و غریبه، فرانسوی ها کار میکنن و تمام تکنیسیان های درجه یک دارن کار میکنن، مهندسی شیمی هست، چی. من علاقه مند شدم به رشته لابراتوار، علاقه مند شدم. ولی یه چیز دیگه هم از راه رسید، اون این بود که توی خیابون دژبان اونایی رو که دارن راه میرن قیافشون میخوره که اینا سرباز فراری باشن، میگیرن میبرن و ما باید یه کارت دانشجویی توی جیبمون میبود. دویدیم رفتیم دانشکده زبان و ادبیات
انگلیسی. اونجا کنکور دادم، قبول شدم، کارت گرفتم، گذاشتم پیجی بغلم، خیالم راحت شد که من دانشجوی زبان ادبیات انگلیسی هستم. دیگه کسی نمیتونه ما رو بگیره ببره سربازی. بنابراین یک سال بعد از استخدام من در اداره کل هنرهای زیبای کشور، من رفتم به دانشکده زبان و ادبیات انگلیسی و همزمان با اون رفتم تئاتر میخوندم. چون عاشق تئاتر بودم، دیوانوار کنکور تئاتر دادم، رفتم و شدم شاگرد دکتر مهدی فروغ. یک همکلاسی داشتم به اسم ایرج پات که نویسنده توانایی بود و بعدم با من هم اتاق شد. به من گفت بچه جون، تئاتر که اصلا توش نون و آب نیست که، بیا برو سینما بخون. گفتم که سینما هم توش نون و آب نیست. گفت نه، بیشتر هست. کنکور سینما دادم، رفتم، همش تونتون قبول می‌شدم، می‌رفتم این کارا رو می‌کردم. الان این مسیرایی که رفتم همش به دانشکده هنرهای دراماتیک بود که سر چهارراه آب سردار بود. اول دانشکده نبود، بعد یک سال شد دانشکده، همون جایی بود که عزت الله انتظامی بودن و محمد علی کشاورز بود و خود علی نصیریان و جمشید مشایخی بودن، ابراهیم مکی بود اونجا، یه سال از ما همه اینا بالاتر بودن. بعدها همزمان با همه اینا من سینما میخوندم. تعجب میکنید که من قوانینی رو عوض کردم توی زندگی خودم و اطرافیان که ثابت میکنه با یک دست میشه سه تا هندونه بلند کرد، و این کار کردم برای اینکه قدر عمر خودم رو خیلی خیلی زیاد میدونم. همون تئاتری که خوندم بعدها تو زندگی به دردم خورد. یعنی من فن بیان یاد گرفتم و فن بیان بعدن تو زندگی من تو کار تدریس به دردم خورد. الان وقتی میرم یه جا سخنرانی میکنم احساس نمیکنم که میترسم از جمعیت. این برکت تئاتره. ولی اون موقع میترسیدم چون یه پسر شای پرسن بودم. شای پرسن یا یک پسر خجالتی که کز میکنه یه گوشه‌ای و استیج فرایت داره و از صحنه میترسه و دوری میکنه و اینها. من الان هر جا میرم سخنرانی میکنم اگه ببینم صندلی یا خالیه نطقم کور میشه. اون موقع که جوان بودم اگه میدیدم صندلی یا پره میترسیدم و دست و پام شل میشد، میلرزیدم به خودم. ولی الان وقتی میرم یه جایی میرم صندلی یا خالیه، میفهمم که چون پیر شدی حافظ، از میکده بیرون شو، دیگه تو کالای تو خریدار نداره، جمعیت نیومدن. الان وقتی درس فن بیان یاد میدم به دانشجوهای خودم، میگم فن بیان رو یاد بگیرین نه برای اینکه گوینده رادیو بشین. فن بیان رو یاد بگیرین نه برای اینکه برین تو دوبله. فن بیان رو یاد بگیرین نه برای اینکه برین توی تلویزیون گوینده بشین یا هنرپیشه تئاتر یا هنرپیشه چی و چی و چی بشین. هر انسانی که با شما روبرو میشه، با من روبرو میشه، اگر دایره واژگانی که میدونه بیشتر باشه، از من و شما قوی تره، شک نمی کنیم. و من به راستی میخوام بگم که قدرت کلمه و این موهبت الهی رو نباید دست کم بگیریم. و خیلی از آدم ها هستن که اندیشه دارن در بیانش به دلیل ضعف هنر فن بیان یه پاشون واقعا میلنگه و نمیتونن حرف خودشونو برسونن. من اصلا برام تقریبا ناممکن وجود نداره. من هر آن چه که خواستم بدون اینکه پامو بذارم رو شونه کسی دیگه یا بخوام حقی از کسی دیگه زائل کنم، اونو به چنگ میآوردم. مثلا یه دوره‌ای در خود اداره کل هنرهای زیبای کشور داوطلب شدم که متصدی میز اطلاعات بشم در شیفت شب. و شیفت شب یه شکلی بود که بازرس میومد. اگه میدید آدمو خوابیدن، خب میتونست اونا رو تنبیه کنه یا یه جوری اونا به عقوبت و به کیفر برسن. کما اینکه این کارم اتفاق افتاد، ولی نتونستن به من بگن که تو چرا خوابیده بودی، برای اینکه من همش کتاب میخوندم و همش درسامو میخوندم و درس خوندن جرم نبود. بعد صبح میمدم بدو بدو میرفتم
یه صبحونه میخوردم و بعدم میرفتم سر کلاس. هنوز که هنوز طعم اون روزهای شیرین رو تمامش رو تو روح خودم لمس میکنم، حس میکنم. با خودم میگم که من غیر ممکنها رو ممکن کردم. من برای خودم هر دقیقه یک مرزی رو که ناشناخته بود فتح میکردم. من سر کلاس پرویز مرزبان بودم و او به ما زبان انگلیسی رو یاد میداد و به ما آموزش میداد که ما بدون غلط حرف بزنیم و یادمون میداد که حرف بزنین ولی جرأت داشته باشین. بعدها شاگرد دکتر مهدی فروغ شدم و دکتر مهدی فروغ انقدر منو دوست داشت که یک نوار ربع اینچی قدیمی از سر لارنس اولویه به من داد و گفت این سولیلوکوی مشهور to be or not to be, that is the question. Whether it's nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against the sea of troubles by opposing end them. To die, to sleep perchance to dream. Ay, there is the rub, for in that sleep of death, اینا بلند بلند داشته، این فکر میکرده که عموی خودش با ملکه یعنی مادرش با هم توطئه قتل پدر رو که پادشاه بوده چیدن، پدر رو میکشن برای اینکه بتونن به هدف کثیف خودشون برسن. و سولیلوکویی فقط مال شکسپیره. اینا رو کی بهم یاد داد؟ خود یک آدمی به اسم دکتر مهدی فروغ به ما یاد داد. بقیه هم میشنیدن ولی بعضی ها یه گوششون در بود، یه گوش دیگرشون دروازه. وقتی من اینو اجرا کردم برای دکتر مهدی فروغ، منو بوسید واقعا، تمامش رو اجرا کردم. برای اینکه آدم باید خیلی ابله باشه که از توتی پرنده‌ای که میتونه صدای شما رو و صدای منو تقلید کنه. حالا ضبط صوت رو بذاریم ببینیم روزگار چجوری میچرخه. روزگار چرخید و چرخید و چرخید. من شدم استاد زبان انگلیسی در دکترای هنر. به شاگردای خودم گفتم ما باید خیلی ابله باشیم، خیلی احمق باشیم که این سی دی ها هست. گوینده مال تلویزیون پاریسه، این گوینده مال تلویزیون امریکا یا تلویزیون لندنه. این برای ما حرف میزنه و ما میتونیم توی دستگاه کامپیوتر خودمون هی ببریم عقب، هی بیاریم جلو، ببریم عقب، بیاریم جلو، ببریم عقب، بیاریم جلو تا مثل خود اون آدم اینو تقلید کنیم. چطور توتی میتونه این کار بکنه و تو نمیتونی؟ باید این کار بکنی. Revitalization. Up to the time of the year 1996, the people of Asaluye and Nakhletari, the two coastal villages in the north of Persian Gulf, didn't know in the near future the face of the region will be changed as an important point of energy provider for the gas and petrochemical. In 28th of September 1997, National Iranian Oil Company has signed the contract for development of phases 2 and 3 in the South Pars gas field with a consortium comprised of Total, Gazprom and Petronas with the leading of Total. دانشکده سینما و تئاتر رو در سال 1352 تموم کردم با درجه ممتاز. هم کلاسیتون کیا بودن؟ به شهرت نرسیدن. مثلا حمید شمس بود یا عباس بلورچی بود، بیژن مهاجر اصفهانی بود. معلماتون کیا بودن؟ معلمامون بهترینش خود دکتر آریانپور بود و بهترینش دکتر فاطمی بود. بهترینش دکتر یه دکتری بود که سر تاسی داشت و استاد زبان و ادب فارسی بود و بی نهایت مرد دانشمندی بود. نام فامیلی او الان یادم رفته ولی اگه یادم اومد بعد بهتون میگم. آریانپور دانشکده سینما درس میداد، به ما جامعه شناسی هنر درس میداد. دکتر امیر حسین آریانپور، خدا رحمتش کنه، این مرد نازنین در ماها ایجاد انگیزه کرد، به ما نظم و انضباط یاد داد. چیزی که به ما یاد داد الان به من میگن رگه هایی از کنش و با کنش نظامی در وجود تو هست. پسرم به من میگه
اون به ما یاد داد که رشته هنر رشته شلختگی نیست، رشته این نیست که تو دیر بیای سر کارت، و اگر کسی با یک کارگر بسیار ساده که خیابونا رو تمیز میکنه، که خیلی هم شخصیتش از نظر من مورد احترام قرار میذارین، شما با همون دقت برین سر قرارتون که وقتی با یه وزیر قرار میذارین، سر ساعت برین و زمان عالی ترین، حقیقتا عالی ترین دستاورد هستی و بشریته.